شما فکر کنید در 1400 سال که مردم میخیزه خود زنجیر میزنه از خاطر که نواسه رسول الله کشته شده. ما امروز برای شما یک افسانه میگم، افسانه سیسانه چل مرغک در خانه نه، یک افسانه میگم که بود نبود یک آدم بسیار مهیل و چالاک و جان بزن بود. صدها سال پیش این آدم چالاک اول کت یک زن پیرسال عروسی میکنه، چونو پیسه داره باز آیسته آیسته می پیسه های زیر مصرف میکنه و مصرف میکنه، یک اسم میشه که زن پیر میشه، پیسه هایش هم تقریبا رفته. این آدم پیر و کهن سال چالاک یک چال کلان میزنه، میگه بیا که از شر ای زنم خلاص شم، اما استفاده آخری خودم ازش بکنم. در منطقه که اینا زندگی میکردن مردم ها غریب بودن، منتها یا یک چند تا شتر یا می چیزا می پروندن در یک سال، و از امی قسمتی که خانه ازی بود چای او بود، بنان از امی جتیر می شدن که می رفتن هم از او سنام که شکر می خریدن یک گندم یک چیز پس که می آمدن از او جا می ره از امی منطقه تیر می شد. بنان ای در کدام تپگک به نام هورا امو جمعت را آمد که گویا ما عبادت می کنم. اینه می جمعی کاروانا را از دور می دید، یک دو سه تا چهار تا بچه های امه و خاله و غیره غیره خود کت خود گرفته بود، از دور اینا کدام سیستم اشاره را از نوک های تپا برقرار کرده بودن که وقت برشان اشاره می داد، باز اونا این کاروانا را تاراج می کدن، چور می کدن. اما این کاروانا یکیادشان کاروان های بچه کاکا و کاکا و امه و غیره غیره خودشان بود. و مردم متوجه شدن که یک کس دوزی میکنه کاروانای ما را. معلوم دار بعد از اینکه نفرها کشته شده غیر غیره فهمیدن که محمد است و اودرزادایش. از جمله این دوزک های را که کت خود گرفته بود یک دوز بسیار قوی داشت به نام علی که بچه کاکای خودش بود. بنان علی باور کرده بود که بچه کاکایش محمد یک پیغمبر خداست. محمد خودش می فهمید که نه دیجه کدام پیغمبر است و نه جبرئیل است و نه کسه، اما او ایمان داشته. اما تو ای زن بیچاره. باز محمد چی کرد؟ وقتی که مردم سرش فهمید زن محمد بسیار یک آدم محترم بود و کاکایش، از خاطر ازی بخشیدنش و گفتن که دیگه این کار را نکنه. اما محمد که رسول خدا جا زده بود او قبول نکد و ادامه داد. بعد از این که دید که زنش هم سرش قار میشه و کاکایش هم، کدام رقم کد گردوی از او پیش خدا رفت. بعد از او که مردم در جانش خیسن، حضرت علی شما سعی کنین این نامردی را در جای خود ببخشین، حضرت علی نه محمد، حضرت علی را در جای خود خواه داد. خودش که رفیق خود گریخ که برای طرف مدینه که مردم که می آید خانه شنیده بود که می آین برای کشتنم، وقت که اونا می آین که علی یک خردسال در وجه است، اما خود از این گریخته در غار پت شده. بازی بسیار یک مهیل آدم بود، آوازه کرد که ما را کس نیافت و خاطره که ما که در غار در آمدیم جولاگک آمد پیش روی ما تار دواند، واک آمدن گفتن نه والا دیگه قطار که دوانده دیگه نه نه استایی. باز ما از جا بر آمدیم و گریختیم. اما نامردانه بچه کاکای خود علیگه که خردساله در خانه ایلا میکنه که مخالفین او را ایواز ازی در جایش بزنن بکشن، اما و مردم خوب بودن، مردم هوشیار بودن، وقتی که لیاف آورداشتن که علی بود نزدنش، نکشتنش، با وجودی که می فهمیدن که علی در تمام دوزی ها با محمد شامل است. بعد از او
محمد که در مدینه در مکه را میگرفت، حالا از اینجا میگریزد، میره در مدینه و اوج مردم مدینه یک تا دزای از او را مکت خود یک جای میکنه و براگیری خود ادامه میده. ما اتو فکر میکنیم که خدا چه مردم در وقت محمد دوست داشته. مردم مکه میفهمیدن که محمد دوز است، اما مردم مدینه یکتیادشان از آمدن محمد استفاده کردن برای شکستاندن مردم مکه. در امو زمان در مکه یک آدم بسیار صادق زندگی میکرد به نام ابو سفیان که خیش قوم محمد بود و او بسیار یک آدم با اعتماد بود به مردم. بنان او آبدار مکه بود، از چاهای مکه وقتی که فروخته می شد به مردم هایی که مسافر بودن، همو پیسه از او به سقاخانه از ایجا می آمد و از او منعیس کلان مردم به خیر مردم استفاده می کرد. اما محمد که در فکر چور انداختن همو پیسه بود، در جنگ افتید با ابو سفیان و ابو سفیان بعد از یک مدت بیچاره شد در مقابل عملهای دزدانه محمد، چرا که او مورد اعتماد مردم بود. مردم مکه بسیار غریب مردم بودند، سال یک دو تا شتر، یک دو تا اسب دیگه دیگه تربیه میکردن، اونم را دیج خریده نمیشد زیاد، او فروخته میشد در عراق، مثلا در اسرائیل، در ایران، غیره غیره. اما پیسش باز این مردم ها میگرفتن، از امو زندگی میکردن و اعتماد داشتن مردم منطقه به ابو سفیان. و ابو سفیان هر شش ماه یا هر سه ماه اسب و شتر و هر چی که داشت از این منطقه که به فروش بود، اونا را گله میزد میبرد اون طرف به فروش، از چیزی که اینا کار داشتن میخرید میارد، باقیشون پیسهشان را میداد. محمد که چاهای مکره چیشه میخواست، سرقلفیشه به حساب یا آبداریشه که نمیدادنش، چون او را مردم داده بودن و ابو سفیان در این کار بود، دیگه ای که در دوزیش نمیماندنشه و از ایجا مجبور شد که بگروز. اما دوزی خود در بین مکه و مدینه عالمه کرد، اما کل چیزها را به نام جهاد میکرد. مردم فکر میکنه که در منطقه دین نبود، بسیار دین بود، از جمله دین عیسویت، موسویت و دین چی بود؟ ابراهیم. در تمام ادیان یک نوع کمک با مردم وجود داشت، عشق به خدا وجود داشت و دستگیری. اما محمد آهسته آهسته دستایی را که میگرفتن میزد و مالایشان را میگرفت. محمد که آهسته آهسته به نام خدا و رسول استاد شده بود و طرف مسجد الاقصی عبادت میکرد، اما در اصل محمد به عبادت باور نداشت. محمد به یک خداوند واحد اعتبار نداشت و این چیزها را به خاطر از این میگفت که هر کس به یک طریق کتش در جنگ باشه. تو میگفتی ما به خدا باور، به کدام خدا؟ نه، تو هیچ خدا تو را قبول نداره. هیچ، حتی مردم مسجد که آباد میکرد، محمد مسجد شفا میکرد. کل از اینا در آیات قرآن است. مردم در مکه بالاخره از پا افتیدن. به دلیل چی؟ که یک دو تا شتر که رایی میکردن در آیی دوزی میکرد، اسب داشتن رایی میکرد دوزی میکرد، از اوسک پیسهشان میامد دوزی میکرد. برای سالهای دراز دیگه امنیت مکه از بین رفته بود، کاملا امنیت مدینه از بین رفته بود. مردم ها آیسته آیسته پایه های اقتصادیشان میشکست. محمد تا زن مردم از بسترش میگرفت، اونم شوکتش تجاوز جنسی میکرد. دختره که 6 ساله رفیق خود عروسی میکرد، باز زن رفیقایش که در جنگ کشته میشد او چطی عروسیش میکرد. حتی زنایی را که شوش زنده بود زخمی رویش که در یک جنگ دیگه که در آن زخمش واز شد زنش آمد گرفت. اما تا یعنی در زیر دست محمد
نه زن مردم مسئول بود، نه مال مردم، نه گردن مردم. خوبترین نفرای مکه کشته شد توسط محمد، توسط رفیقهای دوزش، اما هر چیز به نام خدا میکرد. مردم شاید فکر کنه که چون به نام خدا میکرد کلاگی قبول کنش، نه، در زمانی که محمد زنده بود هیچ کس قبول نداشتش. آیات قرآنی را میگه، در قرآن آیت است که اراین محمد مردم تو قرآن را تکذیب میکنند، یعنی میگن دروغ است. مردم از او کی بود؟ مردم قریش بود. اما مردمی را که ما میگیم اونا مردم بسیار پاک بودن، اونمو مردم تمامشان محمد را تکذیب میکردن. اما وقتی که کلانایشان کشته شد، سیستم اقتصادیشان برهم خورد، خودشان مهاجر شدن، دیگه بعد از او مجبور شدن که سکوت کنن و اقتصادشان که کاملا بنیاد اقتصادی خود از دست داده بودن، مجبور شدن که از عربستان براین، طرف یوریشلیم برن و در اونجا یک به اعتمادی دیگره، یک قطاع و طریقه دیگره شروع کنن، که از اونجا ابو سفیان که یک آدم بسیار پاک و منزه بود، وقتی که سیستم اقتصادی مملکتش از بین رفت، تمام سیستم شکست، یام رفت در طرف یوریشلیم، از اونجا ایجارت شروع کردن از جوجه و حال دیگه یک امپراتوری چپاولگر دز به وجود آمد که امو امپراتوری اولین امپراتوری اسلامی است که در اگرچه ظاهراً ما فکر میکنیم که او زیر تاثیر عثمان و ابوبکر و اینا بود، اما او بنیاد گذاشتش را بود توسط ابو سفیان و بچه هایش که 67 تا سال بنای کلان امپراتوری اسلامی در پیش از ما بود. بعد از او یک جنگ فامیلی شد بین فامیل محمد و ابو سفیان. کلگی بچه های کاکا یا در این طرف بودن یا در او طرف، یکی دیگر را می زدن و در این زمان هر جایی که می رسیدن چپاول می کردن. مردم های هر قریه را از قریه های خودشان را چور انداختن، مال حالشان را گرفتن، زن اولادشان را. بعد از اونا را گفت بیایی که بریم موسو خیره، در قرآن آیت خیره که شما زن اولاد مالتان از زدن. بعد اونجا که رفتیم خدا از وارا بر شما میده. باز این رقم چپاول و چور متو پیش میرفتن مثل لشکر ملخ که تقریبا چندین صد سال این چپاول به یک امپراتوری کلان تبدیل شده بود که اگر چنگیز نمیامد تا امروز هم به نام خلیفه از بخارا ما را دوزی میکدن. اما حتی چنگیز هم ایان قدر در نظر مردم خودم با خدا نزدیک نشان میدادن که وقتی که اینا در بخارایا اتو بگویم که وقتی که لشکر چنگیز در عراق رسید، یکی از کلانای از اون منطقه که آقای توسی بود اگه اشتباه نکنم، او برای سردار لشکر چنگیز میگه که ای بسیار بد آدمه، اما ای که خدا بسیار نزدیکه، ای رو گوش کن نکشی که آسمانا چپه نشه. او آمده بود به چنگیز تسلیم شده بود، او برای کلان چنگیزی مشوره رو میداد. و وقتی که نفر کلان مسلمان ها رو گرفتن، امیره، او رو گفتن که وشکو کیره نکشی که آسمانا چپه نشه. از بس که برازی گفتن یه قبول کرده بود، عسکرهای خدا گفت کیره که گرفتین کشتین دفتن نکشین، ای را در مابین یک قالین پردین، در مابین قالین سرازی همتو لول داده برین، اگر دیدن که آسمان چپه میش پس وازش کنین. اما دیدن که یک خستم شور نخورد. اگرچی چنگیز تیزی را فهمید که در کشتن از این یک خس هم شور نمیخوره، اما مردم که حداقل در او وقت یک صد یک و نیم صد سال چیزها را دیده بودن و باور کرده بودن و ایمان کور داشتن،
تا امروز از اونا مو میترسن. تا امروز فکر میکنن که اگر یک آدم که از عربستان است و مسلمان توره تو بکشی و شده بگیری که آسمان چپه میشه. اگر ما از چنگ ات یک عقاید پوچ خود بیرون نکنیم، 1400 سال دیگام این متا مریض میمانیم، نوکر میمانیم. ما امروز از او زمان کرده زیادتر مریض هستیم. شما فکر کنید در 1400 سال که مردم میخیزه خود زنجیر میزنه از خاطر که نواسه رسول الله کشته شده.